رسیم. پس ادامه میدیم به رسیدگی. Council first calls Maryam Fumani who will be discussing. مریم فومانی صحبت خواهند کرد در باره متدولوژی جمع‌آوری دلیل و شواهد از شهود. قبل از اینکه شروع بکنید لطفاً قسم بخورید و بعد از من تکرار بکنید. من سوگند یاد می‌کنم که حقیقت رو بگم، همه حقیقت رو گفته و چیزی جز حقیقت بر زبان نرانم. خیلی متشکرم. بفرمایید. Ms. Fumani, you're going to be speaking in. شما به فارسی صحبت خواهید کرد خانم فومانی؟ نه. بله. و اگر لطفاً به ما یه دقیقه وقت بدید که مثل که گوشیشون رو میخوان بذارن و بعداً اون وقت ادامه بدیم. Just for tribunal's guidance, Ms. Fumani's statement appears in the supplement at page 414. من مریم فومانی، روزنامه‌نگار و پژوهشگر حوزه حقوق بشر هستم. بیش از 15 سال سابقه کار در حوزه حقوق بشر دارم و فارغ التحصیل رشته مطالعات خاورمیانه از دانشگاه ترینیتی دابلین هستم. من امروز به عنوان عضو تیم دادستانی دادگاه مردمی بین المللی آبان و دستیار آقای حمید صبی، یکی از دادستانهای این دادگاه، شهادت می دهم. وظیفه من گردآوری شواهد و مدارک لازم برای ارائه به دادگاه مردمی آبان و ثبت شهادتهای شاهدان با همکاری شیما مهرانی بود. دادگاه بین المللی مردمی آبان از تابستان 2020 کار جمع‌آوری مدارک و ثبت شهادت‌های خانواده‌های کشته شدگان و آسیب دیدگان در اعتراضات آبان 98 و همچنین شاهدان عینی وقایع رخ داده در این اعتراضات را شروع کرد. در مرحله نخست ما با حدود 20 تن از با حدود 40 تن از خانواده‌های کشته شدگان اعتراضات آبان ماه و همچنین شاهدان عینی که در روزهای اعتراضات به طور مستقیم شاهد این وقایع بودند و شاهد سرکوب این اعتراضات از سوی ماموران انتظامی و امنیتی بودند تماس گرفتیم و از آنها دعوت کردیم که در صورت تمایل از شاهدان این دادگاه باشند. 20 تن از آنها شامل 11 تن از خانواده‌های کشته شدگان و 9 شاهد عینی به این دعوت پاسخ مثبت دادند و شهادت خودشون رو در نزد تیم دادستانی ثبت کردند. در مرحله دوم در نوامبر 2020 طی فراخوانی عمومی از سوی دادگاه مردمی بین المللی آبان از همه مطلعان، شاهدان عینی، خانواده‌های کشته شدگان، خانواده‌های بازداشت شدگان و مجروحان دعوت شد که در صورت تمایل شهادتشون رو در نزد این دادگاه ثبت کنند. ما شماره تلفن‌هایی رو اعلام کردیم و از شاهدان خواستیم که در سیگنال و واتساپ با این شماره ها تماس بگیرند. همچنین در شبکه های اجتماعی اینترنتی که از طرف این دادگاه ارائه شده بود. در پی این فراخوان 255 نفر از شاهدان عینی و خانواده ها برای ارائه شهادتشان نزد این دادگاه اعلام آمادگی کردند. به این ترتیب در مجموع 275 نفر اعلام کردند که آماده هستند به عنوان شاهد عینی اعتراضات آبان ماه و همچنین به عنوان خانواده کشته شدگان، مجروحان و آسیب دیدگان این اعتراضات داوطلب ارائه شهادتشون در دادگاه باشند. شیوه کار تیم دادستانی به این ترتیب بود که بعد از دریافت هر پیام از تماس گیرنده خواسته می شد که خلاصه ای از شهادتش رو برای ما ارسال کنه. همچنین از آنها خواسته میشد مدارکی رو که برای تایید محتوای شهادتشون دارند رو هم ارسال کنند. این رویه در رابطه با تمام پیام‌های رسیده انجام شد و تقریبا هیچ پیامی بی پاسخ نبود تا اونجایی که توانستیم. همچنین از تمام شاهدان خواسته شد در صورتی که تمایل دارن شهادت کامل خودشون رو هم به ما ارائه بدن، قراری برای یک گفتگوی مفصل صوتی بگذاریم.
165 نفر به دعوت به این مصاحبه های مفصل پاسخ مثبت دادند و شهادت های آنها طی جلسه های بین 30 دقیقه تا 3 ساعت در یک مصاحبه های مفصل ثبت شد. تمامی این شهادت ها بعد از اینکه راستی آزمایی شدند در قالب یک روایت به هم پیوسته تنظیم شد، به انگلیسی ترجمه شد و در اختیار قضات این دادگاه قرار گرفت. 110 نفر از کسانی که از ابتدا برای اعلام شهادت آماده شده بودند در تماس‌های بعدی گفتند که فقط در حد همان ارائه خلاصه شهادت میتونن در این دادگاه مشارکت کنند، یا برخی از آنها مدارک و اسناد بیشتری رو فرستادن و گفتند که امکان مشارکت بیشتر رو ندارن. برخی از آنها هم به خاطر فشارهای امنیتی که داشتند در مراحل بعدی گفتند که بیشتر از این نمیتونن مشارکت کنن، و بعضی از آنها هم مشکلات شخصی داشتن، بیماری ها و اتفاقا عوارضی که در واقع تبعات آسیب هایی بودش که در همین اعتراضات دیده بودن. در نهایت ما توانستیم 165 شاهد رو باهاشون مصاحبه مفصل داشته باشیم و شهادت کاملشون رو ثبت کنیم. این افراد در 47 شهر مختلف ایران شاهد سرکوب اعتراضات آبان 98 بودند. 22 نفر از این شاهدان از خانواده ها و بستگان کشته شدگان آبان ماه هستند. 5 نفر از آنها از خانواده های زخمی شدگان آبان ماه هستند. و 138 تن از آنها شاهدان عینی هستند. کسانی که به طور مستقیم شاهد وقایع رخ داده در اعتراضات آبان 98 بودند. در بین این 138 شاهد عینی 31 نفرشون از بازداشت شدگان در اعتراضات آبان ماه هستند. برخی از این شاهدان با قید وثیقه آزاد شدند و بعد از اینکه در انتظار حکم دادگاه هستند و ممکنه که دوباره به زندان برگردند. برخی دیگر از آنها در دوران مرخصی موقتشون از زندان بودند. شاهدان شجاعی که در فاصله کوتاهی که از زندان آزاد شده بودند و گاهی این فاصله واقعا کوتاه بود با ما تماس گرفتند و شهادت خودشون را نزد ما ارائه دادند. 41 نفر از این شاهدان به طور مستقیم شاهد کشته شدن یک یا چند نفر در خیابان‌ها بودند. صحنه‌هایی که بسیار دردناک هستند و ما بخشی از آنها را در روزهای آینده خواهیم شنید. 59 نفر از شاهدان در جریان اعتراضات، در واقع در جریان سرکوب این اعتراضات، دچار آسیب‌ها و جراحت‌هایی شدند که بعضی از آنها بسیار جدی بوده، به نحوی که منجر به معلولیت‌های جدی شده، منجر به نابینایی شده یا معلولیت هایی که در واقع ادامه زندگی معمولی رو برای اونها ناممکن کرده. 8 نفر از کسانی که نزد این دادگاه شهادت دادن هم افرادی هستند که به سبب شغلشان در جریان اطلاعات مربوط به کشته شدگان، مجروحان و بازداشت شدگان اعتراضات آبان بودند. بعضی از این شاهدان مطلع هم در جریان برخی از تصمیم گیری هایی بودند که از سوی مقامات برای برخورد با معترضان اتخاذ شده بود. 3 افسر نیروی انتظامی، 1 مقام قضایی، 1 کارمند فرودگاه، 1 کارمند قرارگاه خاتم الانبیای سپاه پاسداران از جمله شاهدان این دادگاه هستند. همچنین 2 پزشکی که در بیمارستان یا مطب یا منازل شخصیشان مجروحانی را که امکان رفتن به بیمارستان نداشتند را درمان می کردند. همچنین 1 روزنامه نگار و علاوه بر او 1 فرد مطلع از جلسه تصمیم شورای امنیت یکی از استانها از دیگر افراد مطلعی هستند که در نزد دادگاه بین المللی مردمی آبان شهادت دادند. راستی آزمایی این شهادت ها یکی از مسئولیت های مهم تیم دادستانی بود. برای راستی آزمایی این شهادت ها ما شیوه های مختلفی داشتیم. با عنوان مثال مطالب عنوان شده در شهادت‌ها رو با ویدیوها، عکس‌ها و خبرهایی که از همون مکان‌ها از اعتراضات و سرکوب اعتراضات در اون شهرها و مکان‌ها منتشر شده بود تطبیق می‌دادیم. یا به عنوان یک روش دیگه این بودش که خب ما شاهدانی داشتیم که در واقع از یک مکان و یک اتفاق چند شاهد داشتیم که اون اتفاق را شهادت می‌دادن و مقایسه شهادت‌های اینها با هم دیگه یک شیوه دیگه‌ای بود برای راستی آزمایی.
تطبیق این شهادت‌ها با گزارش‌های معتبر سازمان‌های حقوق بشری دیگه‌ای که منتشر شده بود هم به ما کمک می‌کرد که بتونیم راستی‌آزمایی دقیق‌تری داشته باشیم. در رابطه با شهادت‌هایی که به سلاح‌های استفاده شده از مأموران در تیراندازی به معترضان مربوط می‌شد، ما هم با کارشناسان اسلحه مشورت می‌کردیم برای اینکه دقیقاً بتونیم راستی‌آزمایی کنیم، و هم اینکه برای یک شیوه دیگه‌ای که داشتیم شناسایی دقیق مکان‌هایی بودش که این تیراندازی‌ها در آن انجام شده بودش، و در این رابطه هم از کارشناسان این حوزه کمک می‌گرفتیم. از طرف دیگه بسیاری از شاهدان اسناد و مدارکی رو برای ما ارسال کردن که محتوای شهادت‌هاشون رو تایید می‌کنه. این مدارک شامل عکس‌ها و ویدیوهایی از تظاهرات در شهرهای مختلف بود که ما این عکس‌ها رو هم این در واقع عکس‌ها و ویدیوها رو هم راستی آزمایی می‌کردیم و اینکه دقیقاً به همون شهادت مربوط میشه رو ازش مطمئن می‌شدیم. کسانی که مجروح شده بودند در این اعتراضات عکس‌هایی از بدن‌های مجروح و آسیب دیده‌شان برای ما می‌فرستادن، عکس‌های رادیولوژی رو می‌فرستادن که نشان می‌داد که گلوله هنوز در بدنشون باقی مونده یا همون موقع در بدنشون بوده، گزارش‌های بیمارستان رو برای ما می‌فرستادن، گزارش‌های پزشکی قانونی رو برخیشون که داشتن برای ما می‌فرستادن، و همه اینها ما رو مطمئن می‌کرد از آسیبی که این افراد دیدن. کسانی که خانواده هایی که در رابطه با کشته شدگان آبان ماه شهادت می‌دادن، عکس‌های عزیزانشان رو می‌فرستادن، عکس سنگ قبر، گواهی فوت، جواز فوت و اسناد و مدارک مرتبط با پزشکی قانونی که همه اینها ما رو کمک می‌کرد به راستی آزمایی این شهادت‌ها. در رابطه با افراد مطلع هم هویت و مناسب این افراد به طور دقیق چک می‌شدش. ما از اونها می‌خواستیم که با ارسال مدارک کافی ما رو مطمئن بکنن از اینکه این فرد این موقعیت شغلی رو داره و چیزی که داره شهادت میده مبنی بر واقعیت هست، و تمامی اینها به طور دقیق راستی آزمایی شدن. با وجود همه این تلاشی که ما کردیم، تعداد کمی از شهادت‌ها بودن که ما نتونستیم اون شهادت‌ها یا حتی بخش کوچیکی از اون شهادت‌ها رو راستی آزمایی کنیم، و به خاطر همین اون شهادت‌ها رو متأسفانه کنار گذاشتیم. یکی از دغدغه‌های مهم طی ثبت شهادت‌ها حفظ امنیت شاهدان این دادگاه بود. از مجموع 275 نفری که برای دادن شهادت در این دادگاه اعلام آمادگی کرده بودند، فقط 22 نفر در خارج از ایران هستند. ما بقیه آنها در داخل ایران زندگی می‌کنند. برخی از شاهدانی که در خارج از ایران هستند هم شاهدانی‌اند که اخیراً به کشورهای همسایه رفتند و در واقع فرار کردند و در این کشورها هم در امنیت کامل به سر نمی‌برند. حتی برخی از شاهدانی که در کشورهای امن زندگی می‌کنند، در کشورهای به عنوان مثال اروپایی و آمریکا زندگی می‌کنند، اونها هم به دلیل اینکه خانواده‌شون، خانواده به خصوص درجه اولشون همچنان در ایران هستند و تهدید می‌شوند، از امنیت کافی برای اینکه بتونن با نام خودشون و به صورت علنی شهادت بدن برخوردار نبودند و نیستند. در چنین شرایطی و برای حفظ امنیت شاهدان دادگاه، ما شیوه‌های مختلفی را به کار گرفتیم. ما ابتدا در مشورت‌هایی که با متخصصان امنیت دیجیتال داشتیم، یک پروتکل امنیتی رو برای تمامی همکاران تیم دادستانی تهیه کردیم و از اونها خواستیم که در تمامی مراحل کار این پروتکل رو رعایت کنند. افرادی که دسترسی به متن کامل شهادت‌ها داشتند بسیار محدود بودند و باقی همکاران این دادگاه بعد از حذف اطلاعات Interpreters cannot pick up your. اگه ممکنه یه خود لطفاً میگن آهسته تر صحبت بکنید. افرادی که دسترسی به متن کامل شهادت ها داشتند بسیار محدود بودند. باقی همکاران این دادگاه بعد از اینکه ما یک سری اطلاعاتی رو که ممکن بود این شاهدان شناسایی بشن یا افراد نزدیک به اونها شناسایی بشن رو در می آوردیم از شهادت ها، می تونستند بهش دسترسی پیدا بکنند. همچنین ما جزوه هایی رو درباره رعایت امنیت دیجیتال مخصوص شاهدان دادگاه تهیه کردیم و برای شاهدان دادگاه ارسال کردیم. تماس ها با شاهدان دادگاه هم از طریق اپلیکیشن هایی بود که پیام ها در اون رمزگذاری می شد.
در پایان هر تماس برخی نکاتی رو که شاهدان برای حفظ امنیتشون باید رعایت کنند هم به اونها یادآوری می‌کردیم. با وجود رعایت همه این موارد، کار دیگه‌ای که ما کردیم این بودش که شاهدان این دادگاه به جای اسمشان با عدد نامگذاری شدند. به هر شاهد یک شماره مشخص اختصاصی داده شد و در تمامی اسناد و مکاتبات از آن شماره به جای نام شاهد استفاده شد. نام و مشخصات فردی شاهدان فقط یک بار از آنها پرسیده شد و وقتی هم که این رو می پرسیدیم به هیچ وجه اسم اونها رو نه به صورت صوتی و نه به صورت ویدیویی ضبط نمی کردیم، ضبط دیجیتال هم نمی کردیم. اینها در یک فایل مشخصی که پسورد داره و در جای بسیار امنی قرار داره نگهداری میشه و جز یک نفر کسی به اونها دسترسی نداره. در رابطه با اسناد و مدارکی که شاهدان برای ما ارائه دادن هم همین تدابیر امنیتی با دقت بسیار انجام شده. با وجود رعایت همه این موارد امنیتی، شاهدان این دادگاه جسارت و شجاعت بسیار ارزشمندی را برای تماس با دادگاه و ارائه شهادتشان به خرج دادن. من به سهم خودم از تمامی شاهدانی که به ما اعتماد کردند و رنج تکرار هر مرور، تکرار و مرور دوباره وقایع دردناکی رو که شاهدش بودن به جان خریدن تشکر میکنم. امیدوارم که با ثبت این شهادت‌ها و ارائه آنها به دادگاه مردمی آبان توانسته باشیم راهی به سوی روشن شدن حقیقت و اجرای عدالت برداریم. ممنون. Thank you, Ms. Fumani. Before I hand متشکرم. قبل از اینکه صحبت‌های شما با سوالات اعضای پانل دوبال بشه، بذارید من یک سوالی مطرح بکنم. ممکنه کمی توضیح بدید در مورد آموزشی که دریافت کردید برای اینکه بخواید این شهادت‌ها رو دریافت بکنید در ارتباط با این افراد چه بوده است؟ بیشتر از 15 سال سابقه روزنامه‌نگاری و کار پژوهشگری در زمینه حقوق بشر دارم. در طی این سال‌ها دوره‌های مختلف آموزشی رو گذروندم که چطور با کسانی که در معرض خشونت‌های شدید و به خصوص نقض فاحش حقوق بشر و خشونت‌های که از طرف مقامات دولتی اعمال میشن صحبت کنم و بتونم در یک شرایط امن و مطمئن روایت اونها رو ثبت بکنم. علاوه بر این، برای این دادگاه مشخص قبل از اینکه کار رو شروع بکنم آموزش‌هایی رو از طرف متخصصان امنیت دیجیتال دریافت کردم و همچنین یک دوره یک هفته‌ای رو، یک ورکشاپ یک هفته‌ای رو گذروندم به همراه برخی دیگر از همکاران تیم دادستانی این دادگاه که نحوه راستی آزمایی روایت‌هایی رو که به دست ما میرسه، مدارکی رو که به دست ما میرسه، ما طی اون دوره آموزش دیدیم. همچنین اینکه چطور اینها رو به صورت مطمئن بتونیم ذخیره و استفاده بکنیم. متشکرم. و آخرین سوالی که من برای شما دارم اینه که در پایان صحبتتون شما در ارتباط با این موضوع صحبت کردید که برخی از اون شهادت‌ها رو کنار گذاشتید. خواستم ببینم که در طی این فرایند آیا هرگز وقتی بوده که شما یک مصاحبه‌ای رو قطع کرده باشید برای اینکه اعتقاد داشتید که اونها واقعیت رو به شما نگفتند و یا اینکه یک فرایندی رو دنبال می‌کردید که به همه اجازه می‌دادید صحبت‌های خودشون رو کامل بگویند و بعد تصمیم در این ارتباط بگیرید؟ نکردیم. هر شاهدی که با ما تماس گرفت و خواست در مورد هر موضوعی شهادت بده تا اونجایی که شهادتش مربوط به اتفاقات آبان 98 بود، ما از اون خواستیم که خلاصه شهادتش رو بفرسته، مدارکش رو بفرسته و حتی مصاحبه مفصل رو هم با او انجام دادیم و اینها رو ثبت کردیم. ولی در مواردی که ما مطمئن نبودیم که چه مقدار از این شهادت‌ها درست هستن یا اینکه شاهد چقدر وقایع رو به درستی به یاد میاره، چون بعضی وقت‌ها مشکل ما این نبودش که شاهد میخواد روایت دروغی رو به ما شهادت بده، بعضی وقت‌ها مشکل این بودش که با وجود اینکه فرصت زمان کوتاهی گذشته، 2 سال زمان کوتاهی نیست، ولی خیلی از این افراد در معرض تروماهایی بودن که در واقع ممکن بود که بعضی از اتفاقاتی که جلوی چشمشون اتفاق افتاده رو به درستی نتونن یادآوری بکنن. خب همه اینها در ثبت شهادتی که ما می‌خوایم به دادگاه ارائه بدیم اخلال ایجاد می‌کردش، ولی با این حال ما همه این شهادت‌ها رو ثبت کردیم. گاهی اوقات
بارها و بارها با شاهدان صحبت کردیم و ازشون خواستیم که جنبه های مختلفش رو روایت کنن تا ما بتونیم متوجه بشیم که آیا این اتفاق افتاده یا نیفتاده. ولی در نهایت خب اگر به این اطمینان نرسیدیم، تعداد خیلی کمی بودن ولی ما مجبور شدیم کنار بگذاریم. ولی هر کس که خواست شهادت بده ما هیچ وقت قطعش نکردیم و همه شهادت ها رو گوش دادیم و ثبت کردیم. خیلی ممنونم آقای رئیس. بفرمایید. خیلی ممنونم. اعضای پانل سوال دارید بفرمایید. صبح بخیر و خیلی ممنونم برای اینکه اینجا حضور پیدا کردید. یک سوال سریع دارم. شما اشاره کردید که چگونه این شهادت‌ها آماده شدند و گفتید که مکالمات تلفنی بودند که ضبط شدند و بعد یک شیوهی رو اتخاذ کردید که تمامی این گزارشات رو کنار یکدیگر منسجم کردید. آیا این توسط شما تایید جام شد یا توسط یک محقق انجام گرفت؟ توسط چه کسی اینها منسجم شدند؟ با شاهدان داشتیم، در واقع به صورت سوال و جواب بود. ما این مصاحبه ها رو انجام دادیم، بعد یکی از همکارانمون اینها رو پیاده کرد و بعد یکی از اعضای تیم دادستانی این سوال و جواب ها رو به صورت یک روایت تنظیم کردش، روایتی که در واقع همونطور که به دستتون رسیده به ترتیب روزها هستش که 25 آبان، 24 آبان، 26 آبان، ولی تنظیم این روایت ها به عهده تیم دادستانی بود. ما این کار رو انجام دادیم. و یک سوال اخیر، وقتی که این شهادت ها تهیه شدند آیا اینها به شاهد داده شد تا اینکه بررسی بکنند و اون رو صحت و سقمش رو تایید بکنند و یا اینکه ادامه دادید با هر چی که در اون زمان در اختیار داشتید؟ منظورم این نیست که صحت و سقمش رو تایید بکنند، ولی منظورم اینه که اونها بیان و تایید بکنند، فرصت رو داشته باشند که مرور بکنند و بگن که واقعا این شهادت اونها هست. اتفاقا در رابطه با این خیلی فکر کردیم که چطور بعد از اینکه شهادت رو گرفتیم با شاهدان چک بکنیم. به خاطر مسائل امنیتی ما این شهادت رو که در واقع یک متن مکتوب هستش به شاهدان نفرستادیم، برای اینکه این میتونست یک سندی باشه. خیلی از اینها همچنان در معرض تهدیدهای امنیتی هستن و اینکه ما یک شهادتی رو که اینها به دادگاه ارائه دادن ارسال کنیم به تلفن اونها ممکن بودش که اونها رو در ریسک بیشتری قرار بده. و ولی ما یک سری از اطلاعات رو به صورت شفاهی با اونها چک کردیم و به خصوص در روزهای قبل از دادگاه ما دوباره اینها رو چک بکردیم باهاشون، به این ترتیب که شهادتی که آماده شده و شهادت نهایی هست رو تقریبا براشون خوندیم و از اونها خواستیم که بگن که خب همه چیز همین طور بوده و تایید شفاهیشون رو گرفتیم. ولی به خاطر مسائل امنیتی ما نفرستادیم براشون و فکر کردیم ممکنه در معرض خطر بیشتر اونها رو قرار بده. متشکرم خانم فومنی. شما شهادت دادید که برخی از افرادی که شما با اونها در تماس بودید تصمیم گرفتن دست آخر که شهادت ندند. آیا قادر هستید که مشخص بکنید به صورت البته خیلی کلی برخی از انواع فشارهایی که وجود داشته که افراد با اون مواجه بودند که در نتیجه اون تصمیم گرفتن که شهادت ندهند در برابر این دادگاه؟ برخی از اینها خانواده های کشته شدگانی بودن که خب همه این 275 نفر به غیر از اون 25 نفر اول، در واقع 255 نفر از این افراد خودشون با ما تماس گرفته بودن و گفته بودن میخوان شهادت بدن. ولی بعضی از اونها خانواده های کشته شدگان بودند که همچنان در معرض آزار و اذیت مقام های امنیتی ایران قرار دارن. اینها مدام بهشون تلفن میشه، تهدید میشن که با رسانه ها حرف نزنن، با کسی حرف نزنن، اعتراض نکنن و تهدید میشن به اینکه فرزندان دیگرشون، اعضای دیگه خانوادهشون رو بازداشت میکنن. حتی ما شاهدانی داشتیم که میگفتش که من میخوام بیام شهادت بدم ولی من یک برادرم رو از دست دادم و من رو تهدید میکنن که برادر دیگه تو رو هم میتونیم به راحتی بکشیم. بسیاری از این شاهدان ما گفتن که ما تهدید شدیم که با ماشین میزنیم و فرزند شما، برادر شما، خواهر شما رو کشته میشه. و خب کاملا منطقی هست که این افراد نگران جان عزیزانشون باشن. برخی دیگه از شاهدان کسانی بودن که شاهد عینی بودن، شاهدان عینی اعتراضات بودن و اونها هم
پیام‌های تهدیدآمیز دریافت می‌کردند. چیزی که ما متوجه شدیم در این پروسه این بودش که مقامات امنیتی ایران هر چند وقت یک بار یک سری پیام‌های تهدیدآمیز برای کسانی که فکر می‌کردند که در این تظاهرات ها حضور داشتند و به خصوص برای بازداشت شدگان ارسال می‌کردند. ما شاهدانی داشتیم که خب وقتی که این پیام‌ها رو ارسال می‌کردند بهشون خطرات امنیتی بیشتری رو احساس می‌کردند و می‌گفتن که ما نمی‌خوایم شهادت بدیم. و خب برخی دیگه هم بعد از اینکه به هر حال حکم دادگاهشون مثلا میومد یا اینکه دوباره احضار میشدن برای پرونده شون یا اینکه وقتایی که یعنی اتفاقات دیگه‌ای که میافتاد فکر می‌کردن که ریسک این کار ممکنه براشون زیاد باشه. و برخی از شاهدانی هم که بعداً شهادتشون رو پس گرفت، یعنی پس که نگرفتن، هیچ کس شهادتش رو پس نگرفتش، ولی گفتن که برای مصاحبه‌های بیشتر آماده نیستن، کسانی بودن که متاسفانه بعد از همه درد و رنج هایی که متحمل شده بودن میگفتن که ما هر چه که داشتیم گفتیم و از همون اسناد و مدارکی که هستش استفاده کنید. و در واقع از لحاظ روحی من فکر میکنم که تحمل تکرار دوباره این اتفاقات رو نداشتن و خیلی هم سخت و قابل فهم هست. Thank you. متشکرم. این کسانی که تهدیدها رو انجام میدادند آیا شناسایی شدند؟ چه کسانی این تهدیدها رو انجام میدادند بر اساس آنچه که شهود گفتند؟ خیلی از اینها خب مقامات امنیتی محلی شهرهاشون بوده که مثلا اگر خانواده های کشته شدگان بودن از طرف اطلاعات سپاه یا اداره اطلاعات شهرشون احضار میشدن، بهشون تلفن میشد، ازشون میخواستن برن دادگاه. و یک بخشی از اونها هم پیام‌های تلفنی بودش. در ایران ایرانی‌ها خیلی با این ماجرا آشنا هستن که یک پیام‌های تلفنی یه تکست‌هایی به شما ارسال میشه و میگه که ما شما رو رصد می‌کنیم و از هر گونه صحبت با رسانه‌ها و لاب 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 اجتناب کنید، دوری کنید. و خیلی وقتا هم مشخص نیستش که این رو از کجا فرستادن، با شماره بدون شماره فرستاده میشه، ولی خب به هر حال مردم میدونن که از طرف مقام‌های امنیتی هستش. و خیلی از این شاهدان عکس گرفتن از این تهدیدهایی که واسهشون پیام‌هایی که براشون ارسال شده و برای ما فرستادن. و البته من باید بگم که خیلی از همین شاهدان با وجود همه این تهدیدها، با وجود همه این اتفاقاتی که بوده و به ما هم گفتن، ولی گفتن ما همچنان می‌خوایم که شهادت بدیم. من فقط یک نکته ای رو هم اضافه بکنم، ببخشید. من فکر میکنم که به عنوان یک کسی که توی یک سال و نیم گذشته با این شاهدان در ارتباط بودم، این دلیل اینکه یک بخشی از شاهدان برای ارائه مفصل‌تر شهادتشون حاضر نشدن هم شاید طولانی شدن این پروسه بوده. برای اینکه این پروسه همطور که شما میدونید یک سال و نیم طول کشیده و برخی از آنها و خب ما این فرصت را نداشتیم که به محض اینکه با ما تماس میگیرن بتونیم مصاحبه یک ساعته با آنها داشته باشیم. و برخی از آنها خب به خصوص که آسیب های زیادی رو هم دیدن توی این مدت، ممکنه که این روند طولانی اونها را مقداری خسته و ناامید کرده باشه و این هم ممکنه یکی دیگر از دلایلی باشه که برخی از این شاهدان فقط به خلاصه شهادت و ارسال سند و مدارک اکتفا کردند. متشکرم. فقط اجازه میدید یک سوال دیگه بپرسم در ارتباط با اینکه آیا شهود همدیگر رو میشناسن یا خیر، آیا تونستید این قضیه رو ساعت سومش رو مشخص بکنید در این ارتباط که آیا این شهود همدیگر رو میشناسن، آیا مستقل از هم بودند، آیا اعضای خانواده واحدی بودند، چطوری و غیر و غیره؟ به هیچ کس اعلام نکردیم که چه کسانی نزد ما شهادت میدهند. همه شهادت دهندگانی که به این دادگاه مراجعه کردن نام و مشخصاتشون محفوظ هستش و ما اتفاقا مواردی رو داشتیم که دو دوست شهادت دادن، دو نفری که همزمان در یک شهر در یک اعتراض بودن و وقتی که ما شهادتاشون رو میخوندیم کاملا حتی به اسم همدیگه اشاره میکردن و ما میدونستیم، ولی ما به هیچ کدوم از اونها نگفتیم که دوست شما هم شهادت داده. یا ما شهادت هایی داشتیم که خانواده یکی از کشته شدگان در رابطه با عزیزش شهادت داده بود و کس دیگری که از نزدیکان اون خانواده بوده
توی خیابون شاهد کشته شدن اون فرد بوده. تمام لحظات رو از موقع تیر خوردن تا وقتی که این فرد به بیمارستان منتقل شده بود رو شاهد بوده. تمام اتفاقاتی که اون مادر ازش اطلاعی نداشته. ولی ما نه به مادر گفتیم که کسی شاهد عینی تیر خوردن فرزند تو بوده و نه به اون شاهد عینی گفتیم که ما با خانواده این فرد مصاحبه کردیم. نه، همه نام ها نزد ما محفوظ بودن و هیچ کس دیگه اطلاع نداره از اینکه چه کسانی شهادت دادن. متشکرم. اجازه بدید یه خود روی این قضیه اصرار بیشتری بکنم. آیا شما متقاعد شدید که شهود در تماس با یکدیگر نبودند برابر اینکه داستان‌های مشابه رو بخوان ارائه بکنن؟ برابر این شما کاملاً شهادت‌های مستقلی رو دریافت می‌کردید که کاملاً واقع‌بینانه بوده و صحیح بوده؟ هم در تماس باشند، خب ما اون رو اطلاع نداریم، برای اینکه ما بهشون اطلاعات رو نمیدیم که با چه کسانی مصاحبه کردیم. ولی اینکه هر کدومشون روایت خودشون رو داده باشن، ما روایت‌هایی که این شاهدان رو دادن با سورس‌های دیگه، با منابع دیگه هم چک کردیم و بله، اتفاقا مواردی بوده که دو نفر از یک اتفاقی شهادت دادن و بخشایی از این شهادت ها با همدیگه همخوانی نداشته، ولی ما به اونها مراجعه نکردیم، نپرسیدیم که مثلا شاهد 133 راجع به این اتفاق این رو گفته و شما که شاهد 134 هستی این رو گفتی. ما سعی کردیم که به خاطر اینکه نخواهیم که این ارتباط بین اینها رو برقرار کنیم، به خاطر مسائل امنیتی از طریق دیگه‌ای این رو کسب کرده باشیم، ولی چیزی نبوده که ما شک بکنیم، فکر کنیم که شاهدها با همدیگر هماهنگ بودن برای دادن یک شهادت نزد ما. ما همچین شکی رو نداشتیم توی شهادت هامون. Thank you. Yes, please. بفرمایید. من یک سوال دیگه دارم. شما ذکر کردید که 255 نفر بودند که تماس گرفتن. 75. And I'm wondering if you know. و من میخوام ببینم که شما میدونید. اگه ندونیدم اشکال نداره. از چه جاهایی در کشور می آمدن؟ چند تا کشور، چند تا شهر؟ از 47 شهر مختلف بودند و ما لیست همه این شهرها رو داریم و فکر می‌کنم که همکارم شیما مهرانی در روز شهادت خودش نام این شهرها رو همه رو اعلام می‌کنه. ما از 47 شهر و روستای مختلف در ایران شاهد داشتیم. شما گفتید که شما تونستید یه مأموری رو پیدا بکنید افسری از خاتم دنیا پیدا بکنید که یا یک کسی از کارمند بیمارستان که بتونه کمک بکنه به شما؟ با ما تماس گرفتن شاهدان شجاعی که با وجود همه خطرات جدی که زندگی اونها و خانوادهشون رو تهدید میکنه، چون با ما تماس گرفتن و گفتن که ما میخواییم شهادت بدیم راجع به این اتفاق. پیگیری بکنم این سوالو، چگونه شما راستی آزمایی کردید هویت این افراد؟ خیلی برای ما مهم بود، برای اینکه خب این افراد به عنوان یک افسر پلیس یا کسی که از تصمیمات حکومت اطلاع داره برای سرکوب تظاهرات با ما تماس گرفته. ما علارغم خب خیلی موقعیت سختی بودش به خاطر حفظ امنیت این افراد، ولی ما از اونها خواستیم که مدارک شناساییشون رو، آیدی کارتشون رو برای ما بفرستن و علاوه بر این مدارکی رو برای ما بفرستن که نشون بده که این مقام رو دارن، یعنی هم هویت شخصیشون رو، ما اسم و مشخصات و محل تولد و همه این مشخصات فردی رو تایید کردیم با اسناد، یعنی آیدی کارت خیلی رسمی، و هم مدارکی رو که نشون بده که این شغل و مقام رو دارن.
و بله اینها هستن و خب میگم خیلی یکی از بخشایی که خیلی برای خود من ترسناک بودش واسه اینکه نگران حفظ امنیت این افراد بودم، ولی خب بله اینها شاهدان واقعی هستن که این سمت ها رو دارن و میخوان که شهادت بدن. و فقط یه سوال دارم به عنوان یه شخصی که کلی کار میکنه، شما بایستی که میدونستید از طریق روزنامه ها که در 2019 چه اتفاقی افتاده، آیا شما آگاه بودید از هیچ منطقه ناحیه شهری که خشونت و وجود داشت و از اون هیچ شاهدی نیامد که چیزی بگه؟ اگه ممکن است لطفاً آخرین قسمت سوالتون رو تکرار بکنید یک بار دیگه. من میخوام علاقمندم بدونم که آیا شما هیچ شهری رو میدونید که درش خشونت صورت گرفته باشه یا مسائل جدی صورت گرفته باشه ولی از اونجا هیچ شاهدی نیامده باشه که بخواد به شما چیزی بگه، وجود نداشته باشه؟ که ما میدونستیم که توی اونها اعتراضات سرکوب شده، به شدت هم سرکوب شده، ولی ما شاهدی رو نداشتیم از اون شهرها و شهرهایی هم بودن که حتی شهرهای بسیار مهمی بودن و ما شاهدایی رو داشتیم که شهادت دادن راجع به اونجا، ولی نتونستیم که شهادتشون رو راستی آزمایی کنیم یا به خاطر همه این مشکلات امنیتی و شخصی که گفتم ما نتونستیم که در جزو این 40 شاهدی که در این دادگاه هستن داشته باشیم. ولی بله سرکوب اعتراضات خیلی بیشتر از این 47 شهری بوده که ما از اونها شاهد داریم و خیلی از شاهدان ما از شهرهایی بودند که من فکر میکنم که علاوه بر اینکه سرکوب اعتراضات در اونها شدید بوده، مثل کرج، اصفهان، شیراز و کردستان، اینها شهرهایی هستن که دسترسی مردم به اینترنت و رسانه ها هم در اونجا بیشتر بوده. در شهرهای کوچکتر ممکن هست که خود شاهدان هم دسترسی نداشتن که بتونن با ما تماس بگیرن و به این خاطر شاید ما از اون شهرها شاهدی رو نداشتیم. من خیلی علاقه من هستم که اگر که خیلی مشکل نباشه برای ما اسم این شهرها رو هم بتونیم به دست بیاریم، یعنی شهرهایی که در اونجا مشکلاتی حاصل شده ولی به خاطر این مسائلی که وجود داشته شما نتونستید از اونجا جای رو کسی داشته باشه. دارم برای اینکه جزء مدارکمون هست ولی میتونم، ولی ما همه این اطلاعات رو داریم و میتونیم به محضر شما ارائه کنیم بعد از این جلسه. That will be very helpful. خیلی مفید خواهد بود. متشکرم. اگه سوال دیگه ای از طرف پنل نیست، آیا وکیل هست که سوالی داشته باشه که بپرسه؟ من سوالی دارم برای پیگیری از 2020 تا الان. اینترنت چند دفعه متاثر بوده از کارهایی که شده که به خاطر اون شهود نتونستن با دیوان تماس حاصل کرده باشن؟ ما هم همین بود، یعنی به غیر از مشکلات امنیتی مشکل ما این بودش که بسیاری از شاهدان دسترسی خوبی به اینترنت نداشتن و ما در طی تماس هامون به خصوص وقتی که میخواستیم که تماس مثلا یک ساعته صوتی باشه بارها و بارها اینترنت قطع میشدش. ما به خاطر اینکه دسترسی منظم نداشتن با بعضی از شاهدان گاهی ارتباطمون برای هفته ها قطع میشد و بعد دوباره میتونستیم که با اونها وصل بشیم. و برای اینکه ما بتونیم این شاهدان رو در دادگاه هم داشته باشیم، یکی از مشکلات بزرگمون این بودش که کسانی باشن که دسترسی به اینترنت خوب دارن. خیلی از اینها اینترنت هایی که استفاده میکنن اینترنت هایی هستش که بسیار ضعیف هستش، بسیار قطع میشه، بارها و بارها در طول مصاحبه هامون قطع شده و شاید مثلا یک مصاحبه نیم ساعته شاید مثلا دو ساعت به طول انجام میده برای اینکه بارها قطع شده. ولی با این حال چون این افراد میخواستن به هر نحو ممکن شهادتشون رو بدن، میخواستن به هر نحو ممکن صداشون رو، صدای دادخواهیشون رو به گوش مردم برسونن و بگن که فراموش نکردن،
با صبوری همه این مشکلات رو تحمل می‌کردن و در نهایت ما تونستیم این شهادت‌ها رو ثبت بکنیم. If that's the end. خب اگر این سوالات تمام شده باشه، خیلی تشکر می‌کنم از خانم فومانی برای کمک به دادگاه بین المللی. نمیدونم که باز شما رو خواهیم دید یا نه، ولی ممکنه که بازم شما رو در اینجا داشته باشیم. جناب رئیس خیلی متشکر هستم. من خوشحال هستم که به شما بگم که از وقت از کارمون جلو افتادیم و قبل از اینکه برای تنفس نهار میتونیم دو تا شاهد رو سخنانش رو بشنویم. من اعلام میخوام بکنم برای کسانی که میخوان گوش بدن به ترجمه انگلیسی شهادت شهود، لطفاً برید به ریسپشن بر پایین و گوشی از اونها دریافت بکنید تا اینکه بتونید که شهادت رو هم به فارسی بشنوید.